عرض ادب و احترام از سوی خودم و تمامی کسانی که برای ادای احترام از راه‌های دور و نزدیک در اینجا گرد آمده اند و از جانب انبوه بزرگ ایرانیانی که فرصت نیافتند در این یادبود شرکت کنند، به اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی و دیگر اعضای خانواده صمیمانه تسلیت میگویم و نیز وظیفه دارم از خانمها و آقایانی که تشریف دارند به خاطر حضورتان و ابراز همدردی سپاسگزاری کنم. در آغاز این مراسم برای ادای احترام یک دقیقه سکوت میکنیم. سپاسگزارم. بیان ژرفای فاجعه‌ای که در 4 ژانویه 14 دی‌ماه روی داد، اگر که ناممکن نباشد بسیار دشواره. وقتی خبر انتشار پیدا کرد، بسیاری مانند من ناباورانه آن را شایعه پنداشتند و هنگامی که واقعیت تلخ عریان شد، هر کس به شیوه ابراز همدردی کرد. یکی احساس خودش را تنها با یک واژه آه بیان کرد. دیگری نوشت دریای مازندران از این پس افسانه ساز فرزندان ایران خواهد شد. و دیگران هم هر یک به شیوه ای نوشتند. دوست آگاهی به من گفت تنها در روزهای نخست حادثه خانم آقایان صدها هزار تن به فیسبوک شاهزاده مراجعه کردند. در روزهای بعد ارقام از شمارش خارج شده. پیامهای همدردی که برای شهبانو فرح پهلوی فرستاده شده هم فراوان و همچنان مداوم است. پیامها جملگی صمیمانه و بی‌ریا. نویسندگان این اندوه نامه ها و پیام دهندگان مانند من و بسیاری از شما هیچ گروه و سازمانی را نمایندگی نمی کردند. تنها پیوند آنها با این قصه تلخ و با این درد بزرگ شناسنامه ایرانی آنها بود. به قول یک همکار ژورنالیست من، اکثریت بزرگ ما ایرانی ها امروز در یک جغرافیای احساسی مشترک زندگی می‌کنیم و آشکارترین نشانه و دلیل این گفته یک همبستگی خودجوش بود. بسیاری از ما خانم‌ها آقایان شاپور علیرضا پهلوی رو تنها با تصویر او می‌شناختیم. از زندگی او آگاهی چندانی نداشتیم. از پژوهش‌ها و دستاوردهای علمی او به ویژه در عرصه تاریخ و فرهنگ ایران بی‌خبر بودیم. شهاب هاشمی، فیلمساز و کارگردان ایرانی، ویدیوی کوتاهی از زندگی شاپور علیرضا تهیه کرده که تنها به طور گذرا، واقعاً به طور گذرا، فصل‌هایی از آن را تصویر می‌کنه. به اتفاق این فیلم را می‌بینیم.
اگر ایران به جز ویران سرامان است، من این ویران سرا را دوست دارم. اگر آب و هوا دل کش، من این آب و هوا دوست دارم. تمام یک تک جا را دوست دارم، من یک تک جا را دوست دارم، خدا دوست دارم، دوست موندم. من این شب رو رها می کنم از درد شبونه، دل موتن من مرد ز بیداد زمونه. های های گر که بیگانه بشه هم وطن من. آی های 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 آی های 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 سرم روی تن من نباشه گر که بیگانه بشه هم وطن اگه خاک منم از دست بره جایی ندارم، دلم میمیره از واسه دیگه نایی ندارم، به جز نام تو ایمام وطن ای موتن من، دگر بر روی لبهای خود آبایی ندارم. ایران 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 سرم روی تن من نباشه گر که بیگانه بشه هم وطن من.
سلام ای غروب غریبانه دل، سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای غم لحظه های جدا، خدا حافظ شعر شب‌های روشن، خدا حافظ شعر شب‌های روشن، خدا حافظ قصه عاشقان، خدا حافظ ای آبی روشن عشق، خدا حافظ ای عطر شعر شبانه. خدا حافظ ای هم نشین همیشه، خدا حافظ ای داغ بر دل نشسته، تو تنها نمیمانی ای مانده بی من، تو را می سپارم به دلهای خسته، تو را می سپارم به میرای مهتاب، تو را می سپارم به دامان دریا، اگر شب نشینم اگر شب شکسته، تو را می سپارم به رویای فردا، به شب می سپارم تو را تا نسوزد، به دل می سپارم تو را تا نمیرد، اگر چشمه واجه از غم نخوش کرد، اگر روزگار این صدا را نگیرد، خدا حافظ ای برگ و بار دل، خدا حافظ ای سایه سار همیشه،
اگر سبز رفتی، اگر زرد ماندم، خدا حافظ نوبهار همیشه. شاپور علیرضا پهلوی از شیفتگان فرهنگ و هنر بود و از آنجایی که هنر مرزی نمی‌شناسد، برای او سیر در این گستره بزرگ از زیباترین بخش‌های زندگی محسوب می‌شد. در مراسم امروز دو هنرمند نامدار و جوان ایرانی به یاد او قطعاتی اجرا خواهند کرد. در بخش نخست، دوشیزه خانم تارا کمانگر، پیانیستی که در عرصه جهانی از ستارگان موسیقی کلاسیک به شمار می روند، قطعاتی را اجرا می کنند. سرکار خانم تارا کمانگر.
قطعاتی که خانم تارا کمانگر اجرا کردند قطعه بود از فردریک شوپن و قطعه کاروان اثر امین الله حسین، آهنگساز شهیر ایرانی که تنظیمش از حکیم آوا بود، و قطعه آخری هم که اجرا کردند اثر خود تارا بود با نام اندوه. بیشتر مردم، خانم ها آقایان، از شاهپور علیرضا پهلوی با عنوان پسر دوم محمد رضا شاه پهلوی یاد می کردند و با تأسف شخصیت شاهپور علیرضا پس از درگذشت ایشون رفته رفته برای همگان روشن میشه. امروز در این مراسم با شاپور علیرضا پهلوی باز هم بیشتر آشنا خواهیم شد، به ویژه از زبان دو تن از نزدیکترین دوستانشون. اجازه بدهید که نخست از آقای فرداد فروزان دعوت کنم که از 17 سالگی با هم دوران خاطره انگیز نوجوانی و جوانی رو سپری کردند. خانم آقایان، آقای فرداد فروزان. باید بگم چقدر خواندن این چند صفحه‌ای که نوشتم سخت تره بعد از دیدن ویدیو بسیار زیبا. در صورت سعیمو میکنم. به نام ایران و ایرانیان، کلامی نمیابم که دلهای آزرده تان را تسلی دهم که خود سخت آزردم. قریب به 28 سال از دوستیم با شاهپور علیرضا پهلوی میگذرد. هرچه بگویم کم گفتم. ایشان انسانی فرهیخته، مهربان، پر احساس و دلسوز بودند. ایران شناسی والا که سرزمینمان را مانند بسیاری از جوانان ایران دوست امروزی مطالعه کرده و از امواج پرتلاطم تاریخ پر افتخارمان آگاه بودند. به دفعات می گفتند ای کاش می توانستم در ایران زندگی کنم، با مردم رابطه نزدیک برقرار کنم و به ایران شناسی ادامه دهم. به خاطر دارم سالها پیش دو جلد کتابی را که از ایران به دستم رسیده بود در منزلم دیدند و خواستند آن دو کتاب را در اختیارشان بگذارم. این کتاب‌ها چند صفحه اول چاپ یکی از روزنامه‌های ایران را در مدت یک سال اول انقلاب در بر می گرفت. مقالات و عکس‌های هولناک از وقایع آن سال درشان دیده می‌شد. شاهپور علیرضا مدت‌ها راجع به آنچه می‌خواندند صحبت می‌کردند. طی صحبت به واقع احساس می‌شد که آزرده دل و ناراحت و عمیقاً اندوهگین شده‌اند. همچون بسیاری از ایرانیان، ذهن و حالشان درگیر اوضاع ایران بود. مهر و علاقه بسیار به میهنمان داشتند. خردگرایی، راستجویی و آزادگزینی همان اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیک را سرمشق زندگیشان قرار داده بودند و همچون یک انسان پاکدل و به خصوص یک ایرانی اصیل رفتار می کردند. به مردم احترام می گذاشتند و به درد دل آنان با دلی پاک گوش می دادند. خاطرات بسیار است ولی فرصت کم. به یاد دارم که دوستی داشتند سرخورده. می توان گفت کمی افسرده. احساس می کردم که هر بار دوستشان را می دیدند، حال و هوای ایشان اندوهگین و غمگین می شد. به ایشان پیشنهاد کردم که بلکه بهتر است گرد خود کسانی را که مثبت برگرا، موفق و خوشحالند جمع کنند. جواب او مرا شرمنده کرد. خواه ناخواه درس زیبایی به من دادند. با تعجب نگاهم کردند و به همین سادگی گفتند فرداد،
رفاقتی گفتند، دوستی گفتند. اگر من این کار رو بکنم چه جور دوستی هستم؟ بعد از ظهری ایشان را برای صرف شام به منزلم دعوت کردم. آن روز مادر دوستی دیگر از بینمان رفته بود. ایشان در موقع تماسم در منزل آن دوست بودند و گفتند که برای تسلی دل آن دوست آنجا خواهند ماند. روحیه همدردی و همدلی یکی دیگر از خصوصیات برجسته‌شان بود. بسیار عاشق هر یک از افراد خانواده خود بودند. آثار جبران ناپذیر از دست دادن خواهرشان شاه دخت لیلا پهلوی نمایانگر رابطه نزدیکشان با خانواده خود بود. باید چهره‌شان را وقتی برای مراسم خاکسپاری شاه دخت لیلا به پاریس آمده بودند می‌دیدید. در فرودگاه چهره‌ای پر از اندوه داشتند و از خود بی خود بودند. قرار بود از آنجا به نزد مادرشان روند، ولی با اصرار فراوان خواهان دیدار پیکر خواهرشان شدند. هرچه کردیم ایشان را منصرف کنیم نشد. به جایی که شاه دخت لیلا در آنجا آرمیده بود رفتیم. ایشان خواستند با خواهر خود تنها باشند. شرایط روحیشان در موقع خروج از آنجا غیر قابل توصیف است. از دست دادن شاه دخت لیلا تأثیر بسیاری در روان شاه پور علی رضا گذاشت و از آن پس این غم همیشه همراهشان بود. به واقع او انسانی ادیب، متواضع، وفادار، مهربان و میهن‌پرست بود. خصوصیاتشان زبانزد دوستان بود. جایشان بسیار خالی است، اگرچه یاد او تا ابد در قلبانمان خواهد ماند. در خاتمه با شهبانوی ایران زمین سخنی دارم. سپاسگزاریم که چنین فرزندی را به جامعه دوستان هدیه دادید. افتخار دوستی با ایشان تا آخرین لحظه عمرمان با ما خواهد ماند. خاطراتی که با ایشان داریم برای من زنده و ماندگار خواهد بود. رفتارشان را سرمشق زندگانی من خواهیم کرد به امید آنکه بتوانیم علیرضاهای دیگر باشیم. علیرضای عزیزم، چهره ماهت را از طرف همه میبوسم و امیدوارم هر جا که هستی با آن آسایش و راحتی خیال که استحقاق هر انسانی در این دنیاست رسیده باشی. از خاندان پهلوی درخواست داریم که همه ما را شریک غم خود بداند. پاینده ایران. انسان باید خیلی توانمند باشه، قدرت داشته باشه که بتونه خودش رو کنترل بکنه در برابر این غم و اندوه بزرگ. سپاسگزارم. خانم آقایان، همچنان که پیشتر گفتم در این مراسم علاوه بر خانم تارا کمانگر یک هنرمند دیگر ایرانی حضور و شرکت دارند که به نوبه خودشون در صحنه‌های بین المللی درخشیدند. آقای سیروس بروخیم که از بستگان یک دوست نازنین هستند در لس آنجلس، دکتر کامران بروخیم، ویولنیست، یک جوان که به همراه تارا قطعاتی را از آهنگسازان نامدار سرگئی رخمانینوف و گابریل فوره می نوازند. یک بار دیگر
خانم تارا کمانگر را دعوت می‌کنم به اتفاق آقای سیروس بروخی. Thank you.
خانم آقایان، یک شخصیت دانشگاهی که در 19 روز گذشته جامعه ایرانی با نامش آشنا شده، دکتر رحیم شایگان، استاد دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس UCLA هستند که از سالهای دور با شاپور علیرضا رشته دوستی داشتند. به ویژه در دانشگاه هاروارد به اتفاق در عرصه تاریخ ایران باستان پژوهش می‌کردند. در فرصت کوتاهی که داریم، دکتر شایگان زوایای دیگری از شخصیت شاپور علیرضا را شرح می‌دهند. جناب آقای دکتر رحیم شایگان. انجمن گرامی، از آن سو که از صفات نیک شاپور علیرضا چه استعداد سرشارشان باشد، چه جوان مردی، چه طنز لطیف ولی مؤثر و چه وابستگی سختشان به خاک و بوم ایران، از آن سو که از این شایستگی ها به خوبی یاد شده، مختصر از سیر تحصیلی و بعد تفکرشان سخن هم گفت که کمتر برای همگان شناخته شده است. نخست چند کلامی در باب سیر دانشگاهیشان. شاپور علیرضا پس از ورود به گروه شرق شناسی دانشگاه هاروارد و ادامه به تحصیل در رشته ایران شناسی در دوره دکترا، چند سالی را مانند دیگر هم دورگانشان صرف شناخت زبانهای کهن جهان ایرانی کردند. زبان‌های چو اوستایی که به آن نخستین سرودهای مذهبی ایرانیان حفظ شده‌اند، زبان پهلوی که متعلق به دوره پادشاهی ساسانیان است و به آن کتب متعددی همچون گزارش‌های جامع در باب آفرینش و یزدانشناسی و تفسیر متور کهن نوشته شده، زبان‌های چو فارسی باستان که به آن کتیبه‌های پادشاهان هخامنشی تنظیم شده‌اند و سغدی و خوتانی که از تعلق به اقوام ایرانی شرقی دارند. ایشان همزمان با زبانشناسی مطالعه وسیع‌تری را در باب ادیان ایران باستان همچون دین زرتشت، معنویت و کلیسای شرق و خصوصاً مکتب‌های فلسفی زرتشتیان را فرا گرفتند که منجر به انتخاب موضوع پایان نامشان شد. موضوع آن پایان نامه اندرزنامه است به نام مینوی خرد، از متون مهم پهلوی و پر اهمیت برای ذهنیت مذهبیون دوره ساسانی. گفتار و سخن بین دانایی است که از مینوی خرد که روان حکمت است پرسش می‌کند و پاسخ می‌شنود، که در ایمانش مستحکم‌تر و در اعمالش گستاخ‌تر شود. اگر اهمیت شاهنشاهی های ایران باستان برای شاپور علیرضا، قابلیت آنها برای دربرگیری تنوع دینی و تفاوت فرهنگی در درون یک نظام بود، بدان اینکه زخمی به آن تنوع وارد شود یا خطری متوجه آن حکومت، آن روش پرسش و پاسخ در مینوی خرد بود که اندیشه ایشان را جسورتر و اطمینان ایشان را به توانی متون کهن برای تحول ایران امروز عمیق‌تر کرد. بیشک گرایش شاپور علیرضا به تمدن ایران باستان تحت تأثیر رویدادهای تاریخ معاصر ایران قرار گرفته بود. و اگر نخست انگیزه ایشان درک تمدن ایران باستان و بدون انگیزه و کاربردی برای دوران معاصر بود، در اندیشه پخته ایشان تدبر در راه تحول بافت فرهنگی ایران نقشی کلان بازی می‌کرد. متعددند شاهزادگان درخشان در تاریخ ایران و جهان فارسی زبانان، ولی کم شمار آنان که هم شاهزاده بودند و هم عالم و نیرو و خرد خود را در عرصه‌گاه فرهنگی خرج کردند.
پیکر داراشکوه پادشاه گورکانی که در قرن 16 میلادی بر هندوستان مسلمان فرمان روایی می کرد و بیشک از برجسته ترین شاهزادگان دانشمند جهان فارسی زبانان است، در این سخن مثالی است ارزشمند. وی در دنبال سیاست نیای خود، اکبر شاه کبیر، شجاعانه و جسورانه کوشید تا در هند مغول که دارای حکومتی مسلمان و گذشته هندو بود، در میان هویت‌های چند تکه آن سرزمین آشتی برقرار کند. و اگرچه همت ترجمه متون کهن بودایی هند مدیون اکبر کبیر بود که بفرمود تا که کتب سانسکریت را به فارسی برگردانند، ولیکن این داراشکوه بود که به این تلاش ابعادی جدید بخشید و خود دست به ترجمه زد تا اینکه نه فقط در سیاست بلکه در باطن دین و فرهنگ هم هویت‌های پاره آن سرزمین را پیوست نماید. از این رو سیر اندیشی شاپور علی رضا اهمیتی بسیار دارد. همچون دانا که جویای خرد از روان مینوست، علی رضا به دنبال حکمتی خفته در اندیشه متون کهن این سرزمین بود که توان تقویت فرهنگ معاصر را بدارد، که بلکه با الهام از گذشته تحرک مثبت در راه آشتی فرهنگ اسلامی ایران با تمدن باستانیش به وجود آید. از این رو ایرانیان می باید خوشنود باشند که بار دیگر شاهزاده ایرانی همچون داراشکوه در تمدنی خواهر برای آیندگان نشانی خواهد بود در راه گسترش نور و تعادل و آشتی ایران با ایران. این میراث شاپور علیرضا است. اندوه گساری برای اندوه گینان، برای دوستانش ولی که رفاقت و عیاری، مهر و طبع لطیف و منش شهرسوانه وی را تجربه کردند، برای این دوستان چون محمد صالح لاهوری خطاب به دارا بگفت وی گل اولین گلستان شاهی است. چکرم. از این دوست بی‌ریا ما باید سپاسگزار باشیم و بی هیچ تردیدی خانم ها آقایان شایسته است که پژوهشگران، نویسندگان و روزنامه‌نگاران ایرانی درباره شخصیت و منش شاپور علیرضا پهلوی بیشتر کنکاش بکنند و بیشتر بنویسند. در فاجعه 14 دی ماه ایرانیان در سراسر گیتی برای ابراز همدردی، برای ادای احترام و برای نشان دادن تأسف و اندوه خودشون در شهرهای گوناگون به فراخور توانایی مراسمی برپا کردند و شمعی افروختند. شهاب هاشمی، فیلمساز و کارگردان، مجموعه کوتاهی از بعضی از این مراسم رو فراهم آورده که به اتفاق می‌بینیم. Thank you.
و اینک خانم ها آقایان، هنرمندی که شهرت پایدارش نیازی به معرفی ندارد، او از دوستان و دوستداران خاندان پهلوی و به ویژه شاپور علیرضا پهلوی بوده و هست. خانم آقایان، ستار. شب بر سر من جز غم ایام کسی نیست، میمیرم و میسوزم و فریاد رسی نیست، فریاد رسه همچو منی کیست در این شهر، فریاد رسی نیست کسی را که کسی نیست. فریاد رسی نیست کسی را که کسی نیست. بیمارم و تب دارم و در سینه مجروح، چندان که فغان برکشم از دل نفسی نیست. بیش از ما، بیش از ما طال آن مرغ گرفتار، کورا قفسی باشد و ما را قفسی نیست. شب بر سر من جز غم ایام کسی نیست، میمیرم و میسوزم و فریاد رسی نیست. میمیرم و میسوزم و فریاد رسی نیست. مرسی. این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست، من خانه بدوشم، این خاک فریبا است ولی
خاک وطنی است، من با که بجوشم، همسای زبان من دل خسته چه دانم، من با که بگویم، هر در که زنم طالب خود باز گشایم، گویم که تو اهل کجایی، بغضم به گلو می شکند، آرام ندارم، غمگین و خموشم، این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست، من خانه بدوشم، این خاک فریباست ولی خاک وطنی است، من با که بجوشم، ای کاش وطن زود از این غم به درآید، این شام سحر گردد و این قصه سراید، تا من به صد امید بگیرم ره خانه، چشم از همه زیبایی این خاک بپوشم. این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست، من با که بگویم، این خاک فریباست ولی خاک وطنی است، من با که بجوشم. همینک خانم ها آقایان، مراسم مشابهی در برخی نقاط دیگر و از جمله در کالیفرنیای جنوبی برگزار میشه. در پاریس هم مراسمی برای ادای احترام به شاهپور علیرضا پهلوی برگزار شد که ویدیوی کوتاه اون رو همینک با هم میبینیم. در گذشته شاهزاده شاهپور علیرضا پهلوی رو
تسلیت میگم. برای من غمی بسیار بزرگی بودش و امیدوارم که روز ملت ایران آزاد بشن و به آرزوهاشون برسن و من هم بتونم برگردم به ایران، به وطنم. یادمه روزی که علی رضا به دنیا اومد، من بچه 10 ساله بودم. مامانم رادیو و تلویزیون باز میکرد، خبرها رو میگرفت. مامان چی شده؟ خب علی رضا به دنیا اومده. و چقدر خوشحال بودیم که یه بچه دوم، پسر دوم شاهد بود. من به شوق آسمانت پر پرواز میگشایم، حتی با بال شکسته. ای همیشه بودن من، با نام پاک تو بودن، روح و جانم به تو بسته. چه غم از طوفان دریا، تا توی تنها کرانه، تو همان صدای جاوی، ماندنی ترین ترانه. تو همان صدای جاوی، ماندنی ترین ترانه. حقیقت اینه که وقتی که مجال سر خبر شنیدم، به سختی خودمون زیاد فکر کردم. اینجا این صفحه که ما چرا زنده هستیم، به خاطر نامشون جایگاه ویژه‌ای داشتن، ولی ایران یکی از خدمتگزارهای خوش از دست داد. علیرضا مثل خیلی از خودمون بودن، بسیار میهن پرست بودن، ایرانو خیلی دوست داشتن و خیلی براشون این فاصله‌ای که با وطن داشتن خیلی براشون خیلی سخت بود و متاسفانه نتونستن تحمل کنن. من بیشتر به عنوان یه مادر وقتی که به شهبانو، به ملکه ایران فکر کردم، واقعا متاثر شدم و قلبم اصلا گرفت. گفتم هنوز از مرگ اولین فرزندش لیلا هنوز این غم توی دلشه، دومین فرزندش هم به این ترتیب. ما که آدم های عادی هستیم چی کار میتونیم بکنیم؟ به این مادر واقعا از خدا میخوام که کوراژ خیلی زیادی بهش بده، جرأت و شجاعت زیادی بده که این غمای بزرگو بتونه دور از وطن تحمل بکنه. من به عنوان یک مادر واقعا تو غمش عمیقا شریک هستم. بی خزان باد و بهار، همه ی هستی نشارت، سرزمین محبوب من، تو طلوع بی غروبی، شاد و تابان روزگارت، سرزمین محبوب من، باران باران کن وجودم، من کبیری بیقرارم، تشنه فریاد بودن، تا تو باشی در کنارم، تشنه فریاد بودن، تا تو باشی در کنارم. سرزنین محبوب من ایران، ای عشق جاویدان، ایران خوب من، آقایان. در زندگی معیاری برای اندازه‌گیری درد وجود نداره.
تنها در داشنا میدونه که ضربه ای از فقدان ناگهانی یک عزیز که به انسان وارد میشه تا چه اندازه است. در این لحظه خانم آقایان، یکی از این درداشنایان، یک دوست و همکار سالیان دراز رو دعوت میکنم، یکی از چهره‌های نامدار رادیو تلویزیون ملی ایران، یک دوست بسیار صمیمی، فریدون فرهندوز. اندر بلای سخت پدیدارند فضل و بزرگ مردی و سالاری. دلا رو رو همان خون شو که بودی، بدان صحرا و هامون شو که بودی. در این خاکستر هستی چه غلطی، در آتشدان و کانون شو که بودی. در این چون شد چگونه چند مانی، بدان تصریف بی چون شو که بودی. نه گاوی که کشی بیگار گردون، بران بالای گردون شو که بودی. در این کاهش چو بیماران دقی، به عمر روز افزون شو که بودی. زبون طب افلاطون چه باشی، فلاطون فلاطون شو که بودی. اگر رو این تنی، جسم آفت توست، همان جان فریدون شو که بودی. همان اقبال و دولت بین که دیدی، همان بخت همایون شو که بودی. رها کن، رها کن نظم کردن دره‌ها را. به دریا، به دریا، به دریا در مکنون شو که بودی. و اینک به هیچ سخنی، شاهزاده رضا پهلوی. در این 50 سالی که از عمر من می‌گذرد، شاید بی اقرار باید بگم که انسانی به اون معصومی و بی‌آزارتر از کمتر از برادرم نشناختم و شاید هرگز نخواهم شناخت. به
به تایید کسانی که برادرم را از نزدیک می شناختند و بسیاری از دوستانش و البته اعضای خانوادهش، شاید یکی از برجسته ترین خصوصیات اخلاقی و شخصیت برادرم اون روح شوخ و طبع واقعا مثبتی که داشت بوده و هست و شاید تعجب میکنین که چطور شد پس که همچین اتفاقی رخ داد. نه به عنوان یک برادر یا عضو خانواده یا به هر اندازه دیگه میتوان این رو فهمید و درک کرد، اما حقیقت این هست همطور که بسیاری از شما میدانید که در زمانی که این اتفاق شوم در مملکت ما افتاد، خب برادرم سن جوانی داشت و خواهرش لیلا، خواهر من همینطور، و شاید اون رنج و دردی که در پدر خودشون دیدند و از دست دادن زودرس پدرشون، تمام این مسائل شاید قد داد به این که خیلی از مشکلات و ناراحتی دیگر رو هم انباشته بشه و به هر حال آنچه شده شد. اما من اینجا میخواستم بیشتر یادگارهایی که از برادرم دارم با شما در میون بگذارم. از بچگی برادرم شروع میکنم. موقعی که واقعا طفلی جوان بود، فکر میکنم هیچ کسی تردید نداره که علیرضا خیلی بچه باهوشی بود و عجب هم شیطان بود در بچگیش. خیلی خواهرم فرهناز الان خصوص تایید خواهد کرد که موقعی که در کوچیکی بزرگ میشدیم، خیلی هم بعضی جاها اهل خرابکاری بود، به طوری که ما حتی بهش لقب تروریست داده بودیم. و البته خب در تمام دوران جوانیش، موقعی که فرصتی بود که در تعطیلات هم دیگه باشیم، خاطرات بسیار شیرینی دارم از زمانی که در منطقه مازندران، موقعی که به نوشهر می‌رفتیم یا وقتی که بر تعطیلات به جزیره کیش می‌رفتیم، را بعضی سفرهایی که در خارج بودیم، به خصوص موقعی که به سوئیس می‌رفتیم، و علیرضا خب هم از نظر ورزش، هم از نظر غذای خوب، هم از نظر محیط صمیمی، خب کاراکتر و اخلاق خودشو داشت. در سنین بزرگترش، در سنینی که بالاخره 25-30-35 هفتر اضافه تر شد، فکر نمی کنم این رو به عنوان تعارف یا تعریفی گفته باشم، اما واقعا وقتی که در یک مجلسی بودید، وقتی که علیرضا وارد اون مجلس می شد، اصلا یه حالت دیگه پیدا می کرد و همه رو به یه نوعی سر یه حال خاصی می آورد. و ضمن اینکه آدمی بود اصولا نه اینکه اهل معاشرت باشه، و اصولا خیلی آدم ساکتی بود، اما وقتی که در اون محیط بود، با همه واقعا یک رابطه خاصی پیدا می کرد و یکی از شاید بگم هنرهای خاصی که داشت، که البته این رو هیچ وقت به شکل عمومی ابراز نمی کرد به دلایلی که حدس می زنید، اما عجیب قابلیت خوبی در جوک تعریف کردن، ادای افراد رو در آوردن و حتی صداها، به طوری که مثلا اگر یک فیلمی مثل ستار وورز یا نمیدونم این فیلم جنگی میدیدید، از آژیر نمیدونم ناتسی‌ها زمان جنگ جهانی دوم میتونست اداشو در بیاره تا هر صدای دیگر. واقعا این استعداد خارق‌العاده‌ای داشت و شاید به خاطر این استعداد و گوشی که داشت، علاقه من به موزیک بود و موسیقی هم خیلی دوست داشت. جزو چیزهایی که دوست داشت از نظر ورزشی غواصی بود، و واقعا در این مورد میگم جاش چقدر خالی، چون بارها فرصت داشتم که باهاش غواصی بکنم و واقعا یک تخصص خاصی در این رشته پیدا کرده بود. و در این سالهای آخر که خب خیلی غمناکتر و مشکلتر بود، هی تشویقش میکردم که علیرضا توقع دیگران رو فراموش کن، آدم زندگی رو بر اساس توقع دیگران نباید بکنه، زندگی تو بر اساس توقعی که از خودت داری بکن، اونچ که واقعا علاقه مندی، هیچ چیزی تحت فشار نیست، هر کاری که میخوای بکن، اما کاری رو بکن که بهش اعتقاد داری. و خب سعی میکردم دلداریش بدم. صحبت انقدر زیاد هست اما زمان کوتاه. آخرین باری که تونستم یک چند روزی رو با برادرم باشم، یه دو هفته با هم در تعطیلات تابستان پیش بودیم و توانسته بودیم چند روزی با هم جام جهانی
فوتبال رو نگاه بکنیم. این آخرین خاطره است که از برادرم دارم. در اون فاصله که در اروپا بود با هم ارتباط و تماس تلفنی داشتیم و لااقل میخوام بگم که آخرین تصویرهایی که از برادرم دارم یک تصویر آرام و یا تصویر واقعا ساکتی بود. در اعماق وجدان و روح خودم وقتی که این طبیعتی که میدونم برادرم هم دوست داشت میبینم، وقتی که این نظم و ترتیب و زیبایی عالم رو در مقابل خودم میبینم، همیشه به خودم میگفتم که مگه ممکنه چنین عالمی باشه و پشت سرش یک خالقی نباشه. کتاب‌های آسمانی به ما وعده دنیای دیگر و جای دیگری رو میدهند. نمیدونم راستش چگونه میتوان فکر کرد، اما ترجیح میدم باور داشته باشم که جای بهتری هست پس از زندگی در این دنیا. و اگر چنین هست، امیدوار هستم که برادرم امروز و اکنون پیش پدرش، پیش خواهرش، پیش سایر عزیزانمون هست و زیاد نکشه که باز دوباره هم دیگر رو ببینیم. سپاس. خانم آقایان، و چه سخنی خوشتر از سخن یک مادر، اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی. خواهم از طرف خودم و خانواده‌ام، از شما که به یاد فرزند عزیزم علیرضا از راه دور و نزدیک برای همدردی در این محل جمع شده اید سپاسگزاری کنم. از شما هم میهنان که از سرزمین عزیزمان و از چهار گوشه جهان به یاد علیرضا و ما بودید و از پیام‌های پرمهرتان سپاسگزارم. علیرضا برای همه ما و دوستانش مردی بزرگ بود. او انسانی شریف، مبادی آداب و خانواده دوست بود. به بزرگترها احترام می‌گذاشت. او جوانمرد، متین، فروتن، مهربان و وفادار در دوستی بود.
او بیشتر اهل اندیشیدن بود و دل مشغولی همیشگیش سفر در ایران باستان بود. از شما که در شهرهای میهنمان به یاد او بودید و با شمع‌های روشن یادش را گرامی داشتید سپاسگزارم. پیام‌هایتان از این سو و آن سوی جهان در این شب‌های بلند پر از درد چراغ خانه ما شده‌اند. از شما که این غمنامه را به شعر و ترانه بازگو کرده اید سپاسگزارم. از مغازه‌داری که در کنار مغازه‌اش خرما گذاشته بود. از آنهایی که در صف اتوبوس به هم تسلیت می‌گفتند. از آنهایی که به یاد او گل در دریای خزر ریختند. از آن جوانی که در یک کتاب فروشی در تهران گفت من برای پسر شاه سیاه پوشیدم. و آن کسی که نوشت من از دوران پدرش آزرده بودم ولی امروز از مرگ این شاهزاده سوگوارم، از صمیم قلب سپاسگزارم. امروز علیرضای نازنین با ما نیست. همانطور که هم میهن هنرمندی در نامه پرمهر به من نوشت، آن شب دیر وقت در شهری در غربت علیرضا خودش را از قفس پرواز داد. هر زمان که به علیرضا فکر میکنم هر زمان که به علیرضا فکر میکنم او را پرنده‌ای از قفس رها شده در بلند آسمان میبینم. در واکنش رفتن او آنچه بیشتر به گوش میرسد آوای بخشش، آشتی و همدلی است. و اگر حاصل زندگی پسرم فقط همین میوه باشد، عمر پرباری داشته است. غم این مادر که چون دو فرزند از دست رفتهش شاهزاده بودند، از غم هیچ مادر دیگری که فرزندی از دست داده سیاه‌تر و سنگین‌تر نیست. هر مادری شازده خانم و شازده پسری دارد. ولی نباید بگذاریم که فقط غم و غصه و عزا باشد که ما را با هم نزدیک کند. نباید که بشکنم و نباید که بشکنیم. باید امیدوار باشیم که برای همه ایرانیان روزهای بهتری در پیش باشد و نور و نور بر تاریکی و شادی بر غم پیروز گردد. باز هم از همه شما و از تمام کسانی که در برگزاری این مراسم همکاری کردند عمیقا تشکر میکنم. میخواستم پیش از اتمام حرفام تشکر کنم از آقای صدقی، از شهاب هاشمی که ویدیو زیر نظر
رضای عزیزم درست کرد که واقعا فکر میکنم عکس ها و موسیقی خیلی به دل همه نشست. از تشکر کنم از فرناز که همیشه ساکت و آروم از محبتتون. خواستم چند خاطره از این روزهای آخر با شما در میان میذارم. اول تشکر میکنم از تمام کسایی که در این برنامه شرکت کردن، از تارا کمانگر که آهنگ زیبایی زد و از آقای سیروس بروخیم، از آقای فریدون فرهندوز، یادم نره کسی رو، ستار که هیچ وقت یادم نمیره، و خوشبختم که رضای نازنین به من گفت دلم میخواد ستار بیاد یه چیزی بخونه، برای اینکه 34-35 سال پیش در کاخ نیاوران ستار در کتابخونه آمد و بدون آهنگ و موسیقی یه شعری خوند. من یه همچی چیزی دلم میخواد و ستارم فکر میکنم درست جواب شما رو داد. تشکر میکنم از فرداد فروزان، دوست عزیز علیرضا، از رحیم شایگان، دوست عزیز علیرضا، علیرضا روابط به خصوصی با برادرش داشت. یادمه که همیشه در تلفن یا جلوی کسای دیگه برای که اسم ایشون رو نبره میگفت شخص شریف. بعد خب با هم خیلی شوخی داشتن و میشستن ساعت‌های فیلم عجیب غریبی رو 10 دفعه نگاه میکردن و بعد تازه به من میگفتن تو بیا ببین میکینگ این فیلم چطوری. گفتم خواهش میکنم. برسات میگم همونجوری که ایشون گفتن، خدا رو شکر که اون 2 هفته در تعطیلات تابستان با هم بودن و شوخی‌هایی که با هم داشتن. علیرضا فکر میکنم همون اول سال میلادی بود، ژانویه، به فرناز یه پیغام زیادی روی تلفنش گذاشت با خنده و شادی و تبریک و خیلی حرفا، و به نور و ایمان تکست مسیج زد. فارسیشو نمیدونم چی میگن. چی؟ پیامک بود. منم تکست مسیج یاد گرفتم. موقعی که اولین تکستی که زدم به رضای نازنین بود، برام چیز کرد، نوش تبریک میگم، ولی باز اقرار کنم که با وجود که 100 دفعه فرستادم بازم اشتباه میکنم. علیرضا اون سال اول، روز اول ژانویه بهش تکست دادم که امیدوارم حالت خوبه، برام تکست زد الس گوت. بعضی وقتا آلمانی شوخی میکرد، میگفتش که میخوام برگردم. روابط به خصوصی با فرکوچولو داشت، خیلی شیطونی یادش میداد، گفت برگردم از اون شیطونیای عجیب غریب بهش یاد میدم. به هر صورت یه چند خاطره اینطوری بود که میخواستم با شما در میان بذارم و امیدوارم که همگی خوب و سلامت باشید و خداوند نگهدار ایران باشد.